آقای کوروش امروز در شهر لس آنجلس با ما هستند تا درباره فعالیت‌های هنری و این آلبوم تازه صحبت کنیم. آقای کوروش به شما سلام می‌کنم، خیلی خوشحالم از اینکه امروز با ما هستین. سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیزم، بهنود عزیزم، درود گرمی دارم واسه همه دوستانم و همزبانان عزیزم در سرتاسر دنیا. من سوالی رو میپرسم که میدونم در ذهن بسیاری از بینندگان ما هست، چرا شما صحنه موسیقی رو ترک کردید، چند سالی رفتیم بیرون، اصلا این سوالا چیکار میکردین، کجا بودین؟ این به خاطر این بود که من پیشبینی کردم که این به خاطر انقلاب دیجیتال میوزیک خیلی بیزنس موزیک عوض خواهد شد و من میدونستم که دلم میخواد از معلومات گرافیک و دیزاینم استفاده بکنم و کاری که میشد در اون کنار انجام داد کار چاپ بود و من یه بیزنس چاپ درست کردم و این باعث شد که بیشتر توی شهری که زندگی میکنم بمونم و در کنار بچه هم باشم و در این 7-8 سال گذشته بچه هم بزرگ کنم. من فکر میکردم یکی 2 ساله این بیزنس و اینا جا میفته، ولی خب 7-8 سال توی کشید، بچه هم بزرگ شدم و 7-8 سال هم توی کشید تا این بیزنس جا افتاد. دلیلش این بود و تمام مدت ما بیزی بودیم. های کوروش، شما سالها در اوج بودید، برنامه های مختلفی داشتید، کنسرت های بسیاری، خیلی سرتون با موسیقی گرم بود و خب زندگی شلوغ بود. این مدت چطور براتون گذشت؟ این سالهایی که کنار بودید چطور باش برخورد کردید؟ واسه خودتون چه احساسی داشت؟ اون اوائلش که من همیشه البته با گروه موزیکم برنامه خصوصی رو اجرا میکنیم، ولی برای آلبوم دادن و محصول جدید بیرون دادن به خاطر اینکه کمپانی‌های موزیکی میتونم بگم از بین رفتن دیگه، وجود ندارن و هیچ نوع سرمایه تولیدی توش نیست، باعث شد که این طول بکشه و من از نظر کنسرت و اینا اون اوائلش خب راحت نبود، دوست نداشتم و دوست داشتم این کار ادامه پیدا بکنه و آلبومی بدم به بازار و دوباره بیام و پیش دوستانم و کارم رو عرضه بکنم. آسون نبود، خیلی سخت بود و خیلی من آدم صبوری هستم، من از اون آدمایی هستم که یه کوه و دونه دونه سنگاش برمیدارم تا اون کوه اثر رام برداشته بشه و اینجوری نیست که یه بمب بندازیم و منفجرش بکنیم، این شخصیت من نیست و بالاخره با صبر و شناختن موقعیت تونستیم یه آلبوم خیلی خوبی که خودم خیلی راضی هستم ازش به بازار بدم و این حال هوایی که دلگیر بودم اینا از بین ببریم و کار جدیدی رو به دوستانمون عرضه کنیم. آقای کوروش، شما اشاره کردید که درگیر مسائل تجاری بودید، به بیزینستون رسیدید، زندگی شخصی رو سر و سامانی دادید، بعد از گذشت این سالا یه مقدار ریسکی نبود دوباره برگردید به صحنه، چه دلایل شخصی داشتید، از نظر هنری چه انگیزه هایی بود که تشویقتون میکرد برگردید؟ دلیل شخصیش همون دلیلی بود که در یه بچه 10 ساله که بودم و میدونستم باید تو کار موزیک برم و آهنگ بسازم و تنظیم بکنم و سازاش بزنم و خواننده بشم، همونه، همون میل، همون کشش، همون جذابیت همیشه با من بود و میدونستم که باید این کار بکنم و 3-4 سال گذشتم طرفدارای خیلی خیلی پرواقرسم با نامه‌های قشنگشون، با ایمیل‌های قشنگشون، از طریق ارتباط جمعی انقدر با من تماس گرفتن و من به این نتیجه رسیدم که واقعا من شریکم باهاشون تو این کار و نمیتونم قسمت خودم و حالا کنار بذارم و باید این کار رو انجام بدم و برای همین شروع کردم به ضبط آلبوم و الان آلبوم حاضر شده و باز در پیش دوستانم هستم. در چنین مواردی خب وقتی هنرمندان بعد از سالها برمیگردن به ورثه، شاید برداشت‌های متفاوتی راجع به کارشون وجود داشته باشه. خود شما آیا برگشتین که خاطرات خوش گذشته رو زنده کنید، تو اون سبک فعالیت بکنید، یا نه به هر حال المان های تازه ای هم دارید در موسیقی تو؟ کوروش سال 2010 چگونه کوروشی است؟ من همیشه اعتقاد دارم که موزیک باید قسمتی گویای زندگی باشه، از عشق بگه و عشق رو نشون بده و به همه گرمای عشق رو نشون بده و
توی موزیک باشه. حالا این با تحصیل و با سابقه که من دارم و با تجربه که من دارم همیشه این اون هسته اصلیشه، ولی خب حالا سبک موزیک عوض میشه، سازا عوض میشن، اینا اون لباسشه. وقتی که اون شخصیت اصلی موزیک گویا باشه و فهمیده باشه و درست صحبت بکنه، این لباسشه که عوض بکنیم و لباس جدید تنش بکنیم، باز قابل عرضه است و باز حرفی که میزنه شنیدنیه. خب آلبوم جدیدتون بپردازیم که مدت کوتاهی هست منتشر شده، چرا عنوان افسانه رو براش انتخاب کردی؟ چرا این اسم رو برگزیدی؟ والا افسانه، همجور که میدونید من همیشه آلبومم قسمت اصلیش راجع به عشق صحبت میکنه و عشق خب به عرفان، عشق به زن و مرد و عشق به همسر، عشق به دوست دختر، و خب همیشه دخترها هستن که قسمتی از این هستن و من برای یاسمن به اسم دختر خوندم، برای نیلوفر خوندم، برای گل سوسن گل یاس خوندم و اینم افسانه است، اسم قشنگه. و من همیشه واسه انتخاب اسم آلبوم به اسم آهنگا در درجه اول نگاه میکنم و بعد به محتوای اون آهنگا، و افسانه دیدم اسم خیلی قشنگیه، هم معنیش داستان اساطیریه اسطوره و هم معنی اسم خیلی قشنگ خانم ایرونیه و فکر کردم از همه لحاظ مناسبه. چون اشاره به این موضوع کردین، اینو من اینجا میخوام حتما ازتون بپرسم، ترانه های این آلبوم چقدر برای شما جنبه شخصی داره به عنوان خواننده و هنرمندی که اونها رو برگزیده، تا چه حد با زندگی خودتون نزدیکه؟ همش من اگر یه شعری از فکر و زبون خودم نیاد بیرون، نمیتونم اون آهنگش اجرا بکنم و باش ارتباط برقرار نمی کنم، حتی اگر شاعر دیگه اونو بگه. ولی خیلی موقع هست که ما به قول معروف فضولی میکنیم بر کار ترانه سرا و یه ایده رو مطرح میکنیم و میگیم دوست دارم این آهنگ بگه تو رو با عشق خریدم، یا این آهنگ راجع به طلاق باشه. و با وجود اینکه طلاق با عشق منافات داره، آهنگی دارم به این اسم تو این آلبوم به اسم تجربه طلاق که واقعیتش اینه که واقعیت داره، وقتی دو نفر با هم دیگه نمیسازن و زندگیشون جهنمیه صبح تا شب، بهتره که از هم جدا بشن و به جای دو تا زندگی بعد چهار تا زندگی خوب ایجاد بشه که با دو نفر تازه آشنا بشن و زندگی عالی درست بشه. بنابراین بله، همه آهنگای من مستقیما با احساسات اون موقع من و با حال هوای اون دوره من ارتباط داره. های خوش، من ترانه های آلبوم جدید شما رو گوش میکردم، خب چند تا کار هست که از نظر موسیقی یادآور ترانه های قدیم شما هست، اون حال هوا رو داره، اما خیلی از ترانه ها به یه نوعی از نظر موسیقیایی ریتم مدرن و امروزی داره، خیلی ریتمی، که به نظر میرسه که شما از این نظر تغییراتی رو تو کارتون دادین. در این باره توضیح بدید که دید و نگاه و رویکرد موسیقی شما در این آلبوم چگونه است؟ بله، من یک نظر دیوک الینگتون، یکی از بزرگترین موزیسین‌های دنیا رو میگم، که ازش پرسیدن چه سبک موزیک دوست داری، جاز دوست داری، پاپ دوست داری؟ که من موزیک خوب دوست دارم و واقعا در هر سبکی موزیک خوب باید شنید و وجود داره. من سعی کردم تو این آلبوم در درجه اول دنبال سبکی نباشم و سعی کنم آهنگام شیرین باشه و در ضمن ریتمای قشنگی هم الان از این 7-8 سال گذشته وارد موزیک ما شده که خیلی بهشون علاقه دارم و سعی کردم توی آهنگای جدیدم از این ریتمای مورد علاقه که خود منم دوستشون دارم استفاده بکنم و حرفای خودم رو در اون ریتم‌ها عرضه بکنم.